امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با مساق معماریان. تصاویر بسیار تکان دهنده است، حتما دیدید و خواسته‌های او هم من میدونم، شما هم میدونید، جمهوری اسلامی طبیعتاً تن بهش نخواهد داد. فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ همینطور است. به نظر من اقدامی که آقای میثمی کرده اقدام بسیار شجاعانه ای هست و مسئله ای هستش که به هر حال تونسته که بار دیگر توجه افکار عمومی رو به خودش جلب بکنه، توجه رو به وضعیت زندانات جلب بکنه و خودشون هم گفتن که میخواد که از این اقدام به عنوان یک پادزهر در واقع استفاده بکنه، چون میدونه که به هر حال جمهوری اسلامی فعالان مدنی، فعالای سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالای کارگری، معلما، وکلا اینا رو زندانی میکنه و فکر میکنه که اینها در داخل زندان خواهند بود و میتونه که جامعه رو کنترل بکنه. بعد تنها اهرم فشاری که یک زندانی داره برای اینکه صداش رو برسونه، یعنی اهرم فشار بسیار محدودی هست، یکیش اعتصاب غذا هست که متصل هست به جان زندانی و فرهاد میثمی داره از این اهرم استفاده میکنه که توجه رو جلب بکنه، نه تنها به وضعیت زندان ها، نه تنها به اینکه صداشون شنیده نمیشه، به خواستهاشون بهایی داده نمیشه، بلکه به مسائل بزرگتری که جزو خواسته های ایشون هست که به هر حال جامعه از یادش نره و جامعه بهش توجه بکنه. و این تصاویر نشون دهنده عزم و به هر حال شجاعت و تصمیم قاطعی هستش که این فعال مدنی، یعنی در واقع تصمیم رو گرفته که این کار انجام بده تا اینکه به هر حال نور به تابونه به همه این چیزهایی که در نامش اشاره کرده. بسیار تکان دهنده است، بسیار ناراحت کننده است. همه ما نگران جان میثم، فرهاد میثمی هستیم، ولی مسئله این هستش که به هر حال هیچ اهرمی هم برای فشار آوردن ندارن و این تنها چیزی است که استفاده میکنن. و بسیار دیگر از زندانیان، بعضی از چهره‌های شناخته شده مثل آقای پناهی هم دارن متوسل میشن به همین شیوه برای ابراز اعتراضشون. کاملا همینطور است. برای آقای پناهی هم به هر حال هیچ چاره‌ای نمونده که به هر حال صداش رو بتونه برسونه. حکم گرفته مربوط به سالها قبل میشه، مشمول مرور زمان شو بعد شده باشه. از هر نظر که نگاه بکنیم جعفر پناهی بدن آزاد باشه، ولی مشخص هستش که اراده های فراقانونی ایشونو در زندان نگه میداره. در طی هفته های گذشته با آنفلانزا در زندان مواجه بوده، از کمترین به حال امکانات در زندان برخوردار نیست. مشخص هستش که مقامات زندان، مقامات قوه قضاییه، ارادهشون این هستش که جعفر پناهی رو تحت فشار بذارن، به خاطر اینکه جعفر پناهی هم مثل فرهاد میثمی تصمیم گرفته که جلوی حکومت خم نشه، تصمیم گرفته که ساکت نباشه، چه در بیرون از زندان چه در داخل زندان. و از این جهت به نظر من کاری که جعفر پناهی هم کرد کار بسیار مهمی هست، چون که بازم هم فرهاد میثمی هم جعفر پناهی توجه جهان رو باز برمیگردونن به زندان ها. فرهاد میثمی با اعتصاب غذا، با این عکس های بسیار تکان دهنده ای که منتشر شده، و جعفر پناهی هم با توجه به شناخته شدن بودنش در سطح جهانی، این توجه رو برمیگردونه به اینکه وضعیت عدالت در جامعه ایران چجوری هست، قوه قضاییه به هر حال چجوری به این زندانیان رسیدگی میکنه و چجوری با خواستاش مواجه میشه. و الان به نظر من به هر حال توجهات به این هستش که جمهوری اسلامی باید حافظ جان زندانیان در داخل زندان ها باشه. مسئولیت جان فرهاد میثمی با جمهوری اسلامی ایران هست، با سازمان زندان ها هست. و درست هستش که ما در طی سالهای گذشته موارد متعددی در واقع از مرگ در زندان ها داشتیم، ولی الان در شرایطی هستیم که قطعا یعنی هر اتفاقی برای فرهاد میثمی بیفته به نظر من تبعاتش بسیار زیاد خواهد بود. و از این جهت به نظر من این دوئلی که فرهاد میثمی کرده، این ریسکی کرده، این شجاعتی که به خرج داده و این پیامی که رسونه، به نظر من بیش از همیشه، بیش از پیش در واقع قدرتمند هست و صدای خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد. حالا باید ببینیم که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی چه واکنش نشون میدن و در خصوص این اعتصاب غذاها و چجوری با این مسئله کنار میان و چجوری با اینا در داخل زندان برخورد میکنن. ممنونم. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت.